ایران برای دموکراسی می‌سوزد. این نامه نشستی است که امروز به همت سازمان نوبل صلح در اسلو برگزار شد. سلام، من بیتا آذری در ویژه برنامه نوبل صلح از اسلو همراه شما هستم. حاضران این نشست که در میان آنان چهره هایی چون دبیر کل سازمان عفو بین الملل و رئیس پارلمان کشور نروژ حضور داشتند، لزوم ایجاد دموکراسی و وضعیت زنان ایران را بررسی کردند و به تأثیر جایزه نوبل صلح نرگس محمدی بر جامعه بین الملل نیز پرداختند. من پس از پایان نشست توانستم با دو سخنرانان، یعنی مهرداد درویش پور جامعه شناس و نازنین بنیادی فعال حقوق بشر، گفتگویی داشته باشم. آقای درویش پور، شما به نقش مهم جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی اشاره کردید. به نظرتون این جایزه چه اهمیتی داره؟ این جایزه بسیار اهمیت داره. اولا تو دهنی بزرگی به حکومت اسلامی است که میپنداره که تونسته جنبش زن زندگی آزادی رو از خیابان‌ها جمع کنه و حمایت بین‌المللی رو به محاق بکشونه. این جایزه دوباره اکتوئل کرد اهمیت این جنبش رو. این جایزه فقط یک جایزه فردی به نرگس محمدی، زندانیان سیاسی و زنان ایران نبود. یه جایزه به ملت ایران بود و جنبش زن یک جایزه جمعی است به یک معنی. درسته که فردی است، ولی جنبه نمادین داره. خصلت جمعیش به نظرم بسیار گسترده‌تره. این جایزه‌ای به ملت ایران بود برای پایداری و ایستادگیش در برابر حکومت اسلامی. اعتماد به نفس رو در میان جنبش زن زندگی آزادی برجسته می‌کنه. به حاشیه رانده شدن جنبش ایران که بر اثر جنگ غزه صورت گرفت، دوباره دو فوکوس قرار داد. به جامعه بین‌المللی نشون داد که به جای حمله نظامی یا تحریم همه جانبه یا کرنش در برابر حکومت، راه سومی هم وجود داره، اونم فشار سیاسی روانی به اصطلاح به این حکومت از طریق حمایت از جنبش مبارزات مردم ایران. و این نشان داد که راه تغییر از درون کشور، نه از درون حکومت، ولی از درون کشور از طریق مبارزات مردم ایران میگذره. یک نوع ادای احترام و به رسمیت شناختن نقش جنبش زن زندگی آزادی در تغییر و گذار از این حکومت اسلامی است. شما به فرهنگ دموکراسی اشاره کردید در صحبتاتون. این موضوعی بود که بقیه سخنرانان بهش اشاره کردن که فرهنگ دموکراسی باید در یک جای اتفاق بیفته. به صورت اختصاصی شما حرف زدین دربارش، برای ما یک کمی بیشتر این موضوع رو باز می‌کنید آقای درویش پور؟ ببینید، من اینکه ائتلاف همگانی برای فقط نفع جمهوری اسلامی باشه، اون البته خیلی خوبه، چقدر میسره یا نه حالا بحث دیگری است، ولی اون خوبه. ولی هشدار من این بود، تجربه انقلاب 57 نشون داد اتحادهای سلبی که فقط به قصد نفع حکومت، ولو اینکه ضرور باشه، الزاما به دموکراسی منجر نمیشه. بلکه باید ما این به اصطلاح اتحادها ایجابی باشه، بر سر به اصطلاح کرنش به حق رأی مردم، پارلمان و غیره باشه. بنابراین یک بحث من این بود که ما امکان نداره ایران به دموکراسی منجر بشه اگر این ائتلاف ها ایجابی نباشه. دو، امکان نداره این اتفاق بیفته اگر از همین امروز فرهنگ و ارزش های دموکراتیک رو درونی نکنیم. یک نمونه اون مسئله تعامله. ما باید یاد بگیریم چپ، راست، اتنیک، ملی، همه زن، مرد، همه گرایش های گوناگون جامعه با هر عقیده ای که دارن با یکدیگر باید بتونیم تضاد هامون رو کانالیزه بکنیم، از طریق دیالوگ، از طریق انتخابات آزاد و غیره. روش هایی که قرار باشه فقط با بایکوت، با کینه ورزی، با دشمنی و به اصطلاح حذف همراه باشه، اینها امکان نداره به دموکراسی منجر بشه ولو به قدرت برسه. بنابراین من درونی کردن فرهنگ دموکراسی رو بخشی از به اصطلاح پیکار برای دموکراسی میدونم و این دیالوگ ها جلوه‌ای از همون تلاش. خیلی ممنونم که به من وقت دادید آقای درویش پور. خانم بنیادی، شما در سینمای هالیوود بودین که طبعا آرزو و هدف خیلی از بازیگرانه، اما فعالیتتون رو تا یه حد زیادی فکر میکنم گذاشتین کنار برای اینکه برای ایران فعالیت بکنین. همطور که گفتید سالها سالون دارین در این زمینه کار میکنید. چی شد این تصمیم رو گرفتین و از این تجربه چه نتیجه گرفتین؟ کجا گره و مشکل میدیدین؟ در چه مواردی پیشرفت دیدین و از تجربه همکاریتون برای ما بگید؟ البته هنوز به عنوان کار حرفه‌ای هنوز بازیگر هستم. البته برای یک سال و نیم که گذشت و الان از زمان قتل مهسا ژینا امینی، اون کارمو موقتا گذاشتم کنار که بتونم رو این جریان و این جنبش تمرکز کنم. ولی خب مسلما بعد برگردم به کار به زودی که زندگیم بچرخه. ولی
ولی این واقعا برای من خیلی مهم بود که این فرصت رو از دست ندم که برای صدای مردم ایران رو به جهان برسونم، به سیاستمداران و به مردم جهان برسونم، برای اینکه هزینه‌ای که مردم ایران داخل رن میدن و دادن تو این یک سال گذشته واقعا انقدر زیاد بود که من واقعا هیچ فکر دیگه ای نمیتونستم بکنم. یعنی همش صبح بیدار میشدم، شب میخوابیدم، همش فکرم، ذهنم همش پای مردم ایران بود و الانم هنوز هست و تا اونجایی که میتونم فعالیت میکنم و سعی میکنم صداشون رو به جهان برسونم. تجربتون در نهایت چی بود؟ یعنی نتیجه‌ای که از این تجربه گرفتین چی بوده تا الان؟ فکر میکنم مردم ایران باعث شدن که ما خارج از مملکت یه مقدار بیدار شیم نسبت به اونی که اونا واقعا میخوان و اونم اینه که این رژیم رو میخوان نباشه دیگه، میخوان یه دموکراسی سکولار باشه. و من فکر کنم شاید خیلی ها خارج از مملکت واقعا نمیدونستن که خواسته مردم ایران اینه و اگر فقط اینو عوض تونستن بکنن تو این مدت که ما بتونیم این پیامو بلندتر کنیم تو فضای بین المللی و واقعا نفوذ کنیم تو این دوره‌های سیاستمداران که واقعا فکر می‌کردن تا حالا فقط تنها راهی که داره ایران اصلاحه و امیدوارم دیگه بفهمیده باشن که واقعا اصلاح این راه پیشرفت نیست برای ایران و واقعا مردم ایران یک دموکراسی سکولار میخوان و باید این رژیم بره. ممنونم از وقتی که به من دادید خانم بنیادی. نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر در اسلو نروژ. عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران هم در میان حاضران بود و من توانستم با او صحبت کنم و درباره نتایج این کنفرانس و آینده پیش رو سوال کنم. آقای معتدی، از نظر شما نروژ به عنوان کشوری که جایزه نوبل صلح رو به نرگس محمدی داده و کشورهای اروپایی اساساً در رسیدن ایرانیا به اون چیزی که امروز نرگس محمدی در به خاطرش در زندان و جایزه نوبل رو گرفته چه نقشی میتونن ایفا کنن؟ نروژ کشوریه که از بین همه جوایز نوبل که در رشته‌های علمی و ادبیات داده میشه یک رشته هست و اونم نوبل صلح. این رو تو نروژ میدن و این مایه افتخار و برای جامعه نروژی محسوب میشه، یکی از ویژگی های این جامعه است و اینا خودشون رو متعهد میدونن به صلح جهانی، به پایان دادن به کنفلیکت ها و منازعات بین المللی، به دفاع از حقوق بشر. چیزی که هست بسی کشور اروپایی رو کاملا متقاعد کرد و تحت فشار گذاشت، البته تحت فشار گذاشت و استدلال کرد و متقاعد کرد که سپاه پاسداران رو بگذارن توی لیست تروریستی. این تلاش به نظر من خیلی مهمه و الان فضا باز هم بیشتر یک قدم دیگه به زیان استبداد جمهوری اسلامی تغییر کرد با این جایزه‌ای که به خانم نرگس محمدی دادن. تو طول تاریخ گاهی وقتا چهره ها نقش سمبولیکی و پیدا میکنن، نقش نمادینی پیدا میکنن برای کل یک جنبش و الان در مورد خانم نرگس محمدی و این جایزه‌ای که بهش دادن این وضع داره اتفاق میفته. نظر من حتی میشه، من داشتم با تلویزیون ایران انترنشنال صحبت میکردم همینو گفتم، تو دهه 80 آزادی ماندلا به یک خواست جهانی تبدیل شد، چرا نشه این کارو در مورد خانم نرگس محمدی کرد؟ اصلا غیر ممکن نیست، نباید واداد چنین چیزی ممکنه. شما فکر میکنید رژیم ایران امروز چه پیامی از جایزه نوبل صلح و برنامه‌های از این دست که الان شما درش حضور داشتین در اینجا بودیم میتونه بگیره؟ به نظر من از شدت ناراحتی به خودشون میپیچن. واکنشی که اینا نشون میدن سعی میکنن وانمود کنن که برشون اهمیت نداره، سعی میکنن وانمود کنن که افکار عمومی جهان برشون هیچی نیست و اینا تحت تاثیر قرار نمیگیرن، ولی اتفاقا عمیقا تحت تاثیر قرار میگیرن و بسیار ناراحت میشن از این وضع. اینکه واکنششون چه هست، واکنش اونا خشونته، واکنش اونها تشدید تروریسم، تشدید تخریبگری، عملیات جاسوسی، کارهای سایبریه. اونها با این پاسخ میدن و من انتظار ندارم که هیچ رفرم جدی و اساسی تو ایران صورت بگیره، ولی این فشار رو رو خودشون حس خواهند کرد و ما خواهیم دید به زودی. برای این فشارهایی که الان داره به جمهوری اسلامی میاد، به حکومت میاد از طریق جایزه نوبل صلح، تلاشایی که شما گفتید قراره
کسانی که بیرون از ایران هستن با کشورهای غربی دارن مذاکره میکنن و شما گفتید باید فشار بیارن که مثلا سپاه پاسداران رو بذارن در فهرست تروریستی، چقدر شما خوشبینین؟ چه آینده‌ای برای این تلاش ها پیش بینی میکنید؟ من خوشبین‌تر از گذشته هستم. من آدم خیلی بدبینی نیستم، ولی الان به خصوص خوشبین‌تر از گذشته هستم، برای اینکه نقش مخرب جمهوری اسلامی در منطقه هم مزید بر علت شده، علاوه بر نقض حقوق بشر و سرکوب هایی که در دوره جنبش زن زندگی آزادی کردن و جهان رو تکان داد، واقعا بعدش نقش منفی ایران در جنگ اوکراین و بعدش هم نقش بسیار منفی و مخربش در حوادث فلسطین و همه مشقات و ناراحتی هایی که برای مردم به وجود آورده، اینها برای اروپایی ها خیلی مهمه، برای افکار عمومی دنیا خیلی مهمه. بنابراین این عوامل هم مزید بر علت شده زمینه های کار برای فشار بر جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته است. ولی یک شرط داره، ما هنوز خود اپوزیسیون ایرانی این شرط رو واقعا انجام ندادیم، متحقق نکردیم، و اونم متحدانه عمل کردنه. البته به این هم من الان خوشبین تر از 2-3 ماه 4 ماه پیش هستم، برای اینکه نشانه هایی میبینم از این که دوباره عقل سلیم داره برمیگرده سر جای خودش، دوباره همه متوجه میشن که چه نعمت بزرگی اگر ما بتونیم اتحاد بزرگی بین همه مبارزان راه آزادی ایران به وجود بیاریم. ممنونم آقای مهتدی که در این برف و سرما وایسادین و با من گفتگو کردین. عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمله کردستان ایران. ممنونم که در این برنامه دیدگاه همراه ما بودید.